بریم حل مسئله مون. کدومی که رو انتخاب میکنیم؟ بلندتر بگو. شما بالاخره الان این را این وی در میاد 4.7 ممیز 2، این را 4.8، این را هم 0. کدومی که انتخاب میکنیم؟ کارخونه بزرگ حتماً؟ نه نه اون بحث دیگه بر مبنای ما اون از نگفتیم هنوز که بر مبنای اصول EMV تا حالا ما مسئله رو حل کردیم در شرایط خام، در شرایط ساده، عادی کارخونه بزرگ بیشترین EMV رو میده و ما انتخابش میکنیم. ولی بحث داره، تا اینجا ساده شه، تا اینجا ما فقط جمع و تفریق استفاده کردیم و ضرب و تقسیم هیچ کار دیگه نکردیم. بحث داره، آیا واقعا همیشه ما مگه قرار بود همیشه به حرف EMV بکنیم؟ به خیلی چیزا بستگی داره. مثلا بیا نگاهی بکنیم به این نتیجه آخر، بیا نگاه بکنیم چرا این EMV اینقدر بزرگ در اومد؟ چون یک عدد 14 توشه که از همه اینا بزرگتره. درست، ولی یک عدد منهای 4 هم توشه، یک عدد منهای 14 هم توشه. یعنی اگر این شرکت توانایی ضرر نداره، بدونه که به احتمال 40% این کارخونه بزرگ ضرر خواهد کرد، 3 دهم به علاوه 1 دهم، آیا توانایی ضرر داره؟ این حکایت شیر یا خط بازی کردن 100 میلیون 200 میلیون تومنه. اگر این شرکت فرض کنین الان 100 تا پروژه داره، یکیش اینه، بنابراین چیکار میکنه؟ سریع کارخونه بزرگ بحث نداره. شرکت جمع کل داراییش، دیدین تو ما تمام اون بالانس شیت و اینا برای همین گفتیم دیگه، میرین عددی که نشون میده سایز شرکت چقدر کدومه تو بالانس شیت؟ جمع کل دارایی ها، جمع اونم هست و جمع کل دارایی ها. فرض کنین جمع کل دارایی های شرکت هست 800 میلیون دلار. خب این اگه کارخونه بزرگ بزنه در بدترین شرایط 4 میلیون دلار ضرر بکنه. خب ببینه پروژه بعدیش میگیره در دراز مدت و جمع 100 تا پروژه، آنچه مسلمه EMV کار میکنه، EMV درست جواب میده. ولی فرض دیگه بکنیم این شرکت ما جمع کل دارایی هاش هست 3 میلیون دلار، 1 مقداری هم وام گرفته، نقدینگیش هم بالا نیست و همین یک پروژه رو هم داره. اگر که اگر این پروژه به احتمال 30% ضرر 4 میلیون دلاری بکنه، چی میشه شرکت؟ از بین میره. به احتمال 30% احتمال داره که 4 میلیون دلار ضرر کنه که از بین خواهد رفت. شاید انجام نده واقعا این پروژه رو.
این یک آدم و شیر یا خطه 100 میلیون 200 میلیون یکی شما تصمیم بگیرین که انجام بدیم. این یکی رو نگاه بکنیم، میبینین اعداد رو؟ فاصله اعداد از همدیگه کم شده، درست یا نه؟ نوسانه ها اومده پایین، درسته؟ هم اون خوبش کمتر خوبه، هم اون بدش کمتر بده. احتمال زیان چند درصده در این بود در این تصمیم؟ 14%. در صورتی که اونجا به احتمالی 30% بود و حتی به احتمالی 40% بود. ریسک اصلا تعریفش میده. ریسک همش میگن ریسک، همه تون میگین بدونی که کوچکترین ایده ای داشته باشی که ریسک یعنی چی. خیلی اینو به کار میبرن، ریسکش زیاده، ریسکش کمه، هرچی ریسک کمتر باشه بهتره، همه میگن. چیه این ریسک؟ عددیش قرار بود ما عددی کنیم دیگه. ما قرار بود توی این کلاس اون چیزی رو که نمیشه محاسبه کرد قابل محاسبه کنیم. ریسک ما میگیم چی؟ اگر یک پروژه‌ای باشه که شما میخواین هزار بگیم 100 میلیون تومان پول بذارید تو بانک ملی ایران، همه ساله بهرهشو بگیرین، سودشو بگیرین، خرج کنین. بهتونم گفته که 18% سود میده. خب سال اول چند درصد میده؟ 18%. سال دوم چقدر میده؟ 18%. سال سوم این میشه سوددهی شما. این کار رو نمی کنید، میرین یک معدن رو در شمال شرقی یزد استخراج میکنین با این پولتون. حساب کتاب کردین، همه رو محاسبه کردین، EMV، NPV، IRR همه رو حساب کردین و تصمیم میگیرین که این کار رو بکنین. به احتمال زیاد اینطوری میشه. سال اول در میارین مثلا 10%، سال دوم 28%، سال سوم 36%، سال چهارم منهای 2% یا 8%، سال بعد مثلا اینجا، سال بعد باز دوباره اینطوری. یعنی سوددهی شما اینطوریست. یعنی چی؟ نوسان داره. کدوم یکی از این پروژه ها ریسکی تره؟ یه پروژه دیگه بیان بگیم خیلی دیگه نوسان داشته باشه، با این 100 میلیون تومانتون شما بیاین مواد مخدر بخرین، از زاهدان بیارین به تهران. سال اول سود میکنین 100 میلیون درصد، سال دوم ادامتون میکنن تمام 100 میلیون زیر صفران. یعنی نوسانات بسیار زیاد، یعنی ریسک بالا. حالا بیاین خودتون ریسک رو با نوسان تطبیق بدین. یعنی چی؟ مثل هم شد. ریسک یعنی نوسانات انتظاری. نه تو مال آینده است، ما که نمیدونیم که، نوساناتی که انتظار داریم این پروژه، این سود برای ما داشته باشه. خب